بله، ورزشی حرفه‌ای و ترکیبی از رقابت، هنگام مسابقه و نمایش پیش از مسابقه است. البته من نوع زنانش رو خیلی بیشتر دوست دارم. در این رشته عناصری از کشتی کج و بعضن سناریوهای مختلف بین کشتیگیرها به چشم می‌خوره. در کشتی کج فنون گلاویزی و ضربات مختلفی اجرا میشه که از انواع کشتی و روش‌های جنگی در سراسر دنیا برداشته شده. کمپانی اصلی برگزار کننده این نوع مسابقات WWE، اما کمپانی های دیگه هم هستن به نام NJPW، TNA، AEW و AAA، اینا هم هستن. ولی من بازم بهتون میگم نوع زنانشو خیلی بیشتر دوست دارم، کشتی کج. ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما با خبر بشید. اگر این فیلم بتونه که خیلی برای ما لایک بیاره و کامنت فراوون داشته باشه، بهتون قول میدیم که براتون از کشتی زنان به طور اختصاصی برنامه درستی کنی. اونایی که دافازن بیان جیالی لایک کنید، لایک کامنت بذارید. برخی بر این باورند که این ورزش خطری به همراه نداره، اما باید گفت که بسیاری از فنون این ورزش ممکنه آسیب‌های جدی روی بدن کشتیگیر وارد کنه. افرادی که این حرکات و فنون رو اجرا می‌کنن سال‌ها روی اون انجامش، یعنی روی کارهایی که دارن می‌کنن فکر کردن و تمرین داشتن، چه بسا مصدوم شدن. لطفاً این ورزش رو تو خونه انجام ندید، چرا که ممکنه آسیب‌های جدی به شما وارد بشه. این نکته رو ما گفتیم، بعد دیگه خودتون بدونید. کشتی حرفه‌ای یکی از سرگرمی‌های مهم آمریکای شمالی و ژاپن. باید بهتون بگم اونچه که امروز در زبان فارسی کشتی کج اسمشو گذاشتن در حقیقت معنی کشتی حرفه‌ای رو داره. اما اینکه چرا ایرانی‌ها اون رو کج گذاشتن نمی‌دونیم واقعا. الان بهتون میگم. در اروپا نوعی کشتی سنتی وجود داره و شبیه به کشتی پهلوانی اصیل ایرانیه که در نوع خودش کمی حرکات نمایشی داره. بله، اینو بهتون گفتم که حرکات نمایشی و قوانین جدیدی از دل همین کشتی بیرون اومده. ایرانی ها حکایت همون چوسفیل خودمونه که چسترفیلد بوده، چوسفیل میخونه. و این در حقیقت کشتی کج بوده، کج، که بعد از مرور زمان متاسفانه تبدیل شده به کشتی کج. در زمانی که این کشتی به کشتی حرفه‌ای هم تبدیل شد، اون کشتی کج دیگه همونطوری کج موند و ما کشتی کج میخونیم و تلفظ زیاد به گوش ایرانی ها آشنا نبود و در نهایت نام این کشتی امروز در فارسی به نام کشتی کج شناخته میشه. قانونی به نام کایفابه در کشتی کج یا همون کج وجود داره که بر اساس اون شرکت کنندگان هنگام مسابقه باید تصور کنن که شخصیت ها و داستان نمایشی واقعی دارن. در گذشته برخی از کشتیگیران حتی در زندگی واقعی خودشون هم در این دنیای خیالی باقی میموندن. در صورتی که کشتیگیری که حرکتی در رینگ انجام بده که مطابق با شخصیت داستانی اون نباشه یا از این دنیای ذهنی خارج بشه، این قانون رو شکسته. این اتفاق به علاقه تماشاگران ضربه میزنه و تجارت گردانندگان مسابقات رو به مشکل میندازه. در نتیجه برگزار کنندگان رقابت‌های کشتی کج روی خوشی به این گونه کشتیگیرا نشون نمیدن و معمولاً اونها رو یا از داستان اصلی خارج میکنن یا به طور کامل کنار میذارن. البته امروز اهمیت این موضوع از گذشته کمتر شده، چرا که در دنیای کشتی حرفه‌ای این واقعیت که داستان‌ها را از پیش نوشته می‌کنند راحت پذیرفته شده و این برنامه‌ها بیشتر بر علاقه تماشاگران برای سرگرم شدن متکی می‌شود. با این حال کشتیگیران همچنان بایستی در طول مسابقه در شخصیت خودشون بمانند و مسائل پشت صحنه نیز نباید به بیرون درس کنه. برای همین اینا میبینید که اینجور حجوم میزنن، اونجوریه. زنانش رو بعدا بهتون نشون میدن.
از بزرگان این مسابقات میتونین به تریپل اچ، شوهر ملکی کمپانی یعنی استفانی مکمن، اشاره بکنیم که 3 سال کمربند سنگین وزن جهان رو داشت، و برونو سامارتینو که 7 سال قهرمان جهان بود و کمربند رو داشت، و همچنین کریس جریکو که با 9 بار قهرمانی کمربند بین قاره‌ای رو داشت و رکورددار این قضیه بود، و همچنین اسطوره کشتی کش آندر تیکر. از جنجالی ترین واقعیت های تاریخ این ورزش، مرگ ناگهانی قهرمان این رشته ادی کوئررو که در تاریخ 13 نوامبر 2005 به دلیل نارسایی قلبی درگذشت. مهمترین افتخار اون کسب کمربند قهرمانی WWA و کمربند بین قاره‌ای نو وی آوت بود که در سال 2004 به دست آمد. همچنین مرگ مشکوک کریس بنووا که مسابقه قهرمانی رو رویال رامبل و قهرمانی کمربند سنگین وزن رو داشت که عده اون رو خودکشی میدونند. کورت هنینگ، اوون هارت، یوکوزونا، آندر دی جاینت، ریک رود، بیگ باس و آندر مارتین معروف به تست هم از دیگر کشتیگیران مشهوری بودند که اکنون زنده نیستند. به هر حال اینم یک تاریخچه مختصری بود از کشتی کچ. کشتی زنانم بعدم براتون میذاریم. بله لطفا ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما با خبر بشید. تا درودی دیگر، بدرود.